خب بچه شروع کنیم تست چهارم کتاب کمبریج آیلتس 12 متن اول رو. عملا توی کتاب 12 تست شماره 8 صفحه 80 The History of Glass، تاریخ شیشه. اوکی در مورد متن تاریخی داره نماده اون داره صحبت میکنه. صفحه 80-81 متنمونه. با توجه به اینکه متن اولمون هست، انتظار داریم که به نسبت ساده باشه، خیلی متن دشواری در پیش نداشته باشیم. احتمالا هم همینطور خواهد بود. من این متن رو خودم قبلا کار نکردم، اولین باره که با شما دارم کار میکنم، ولی با توجه به سوالات جای خالی و اینکه صرفا ترو فالس هستن، حدسم اینه که متن آسونی رو در پیش داشته باشیم. یه نکته ای بچه ها فقط بهتون بگم، اینکه توی متنهای این مدلی اتفاقی که معمولا میفته، نه همیشه، خب اینه که کلا متنایی که یه جنبه مثلا تاریخ یک چیزی رو میخوام بگن، مثلا در مورد یک اثر تاریخی صحبت میکنه، مثل اینجا در مورد تاریخ شیشه صحبت میکنه، مثلا در مورد ممکنه مثلا تاریخ قهوه مثلا صحبت بکنه، در مورد اینجور چیزا، خب و این chronological order یعنی به ترتیب اتفاقات زمانی به اصطلاح قضیه مطرح میشه، خب اکثر سوالات در مورد گذشته هستن، خب و ممکنه بچه‌ها یک سری سوالات باشن، یه سوال دو تا سوال باشه که در مورد الان داره صحبت میکنه. خب اون سوالاتی که در مورد مثلا متن در مورد گذشته است، تاریخچه یک چیزیه، ولی میاد یه سوال در مورد الان داره میپرسه، خیلی وقتا جواب اون سوالاتی که زمان حال داره و به الان مرتبطه توی پاراگراف های آخر، یکی مونده آخر یا آخری است. خب این یه نکته مهمیه که میتونه چیکار بکنه، بهتون کمک بکنه. نکته خاصی در مورد متن صفحه، در مورد سوالات جای خالی و true false not given بچه ها وجود نداره. قبلا در مورد سوالات جای خالی صحبت کردم، در مورد true false not given هم باهاتون صحبت کردم. صرفا یه نگاه کوچیکی به سوالات بندازید، اگر کلمه ای هست در سوالات که معنیشون رو نمیدونید از من بپرسید. استاد قبل هفت occurrence okay. The occurrence of something یعنی وقوع یک چیزی، اتفاق افتادن یک چیزی. آره میگه که در میشه چی؟ اسم occur میشه، occur یعنی اتفاق افتادن، occurrence اسمش هست. یه در قرن 17 جورج راونسکرافت یک پروسه رو ایجاد کرد با استفاده از یه چیزی که از اتفاق یه چیزی، از ایجاد یک چیزی به اصطلاح چیکار بکنه؟ جلوگیری بکنه. اوکی خب اگر که نکته سوالی چیزی نیست، من تایمر رو فعال کنم. 20 دقیقه وقت دارید، از الان شروع شد. سوالات 1 تا 13 رو جواب بدید و میدونید دیگه جواب ها احتمالا به ترتیب هم دیگه در متن میان. امیدوارم که سوالات رو همه رو درست جواب بدید. شروع کنید، از الان شروع شد. خب بچه بریم سراغ جواب هاتون. چطور بود؟ آسون بود؟ سخت بود؟ به نظر آسون بیشتر از 20 دقیقه وقت نشد. 20 و یک دقیقه نه 20 دقیقه شد. آره. من فکر کنم سر 15 دقیقه تموم کردم، یعنی رسیدم یه نگاه هم بندازم کل سوالو. خیلی خوبه، خیلی خوبه. امیدوارم همه رو اشتباه جواب ندادم. نه ایشالله که ندادی. سر جلسه امتحان اخت اضافه آوردی، برو تست بعدی ها نری دوباره مرور کنی. آره. یه در اومدم. اوکی
خب The History of Glass. Early humans used a material called از یک ماده‌ای به اسم فلان استفاده می‌کردن to make the sharp points of their که اون چیزای تیز چشون رو ایجاد بکنن. جواب سوال اول میشه obsidian، درسته؟ خب و جواب سوال دوم میشه spear. spears یعنی اس جمع هم داره. خب obsidian بچه‌ها یه نوع سنگه که از سرد شدن سریع مذاب آتش فشان ایجاد میشه که به نوعی سنگ شیشه ماننده. خب پس کلمه اول میشه obsidian، کلمه دوم هم میشه spears. خیلی سریع جواب کجاست بچه ها؟ پاراگراف اول خط چهار. یک دو سه چهار دقیقا. Historians have discovered that a type of natural glass, obsidian, formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand. دقیقاً tips میشه اون نوک تیز. خب sharp point میشه نوک تیز. tip یعنی نوک. اوکی اصطلاح بگیم it's on the tip of my tongue یعنی نوک زبونم، یعنی سیاهتون نمیاد. خب میشه نوک یه چیزی. 4000 BC بچه BC رو بهتون گفتم میشه before Christ، قبل از میلاد مسیح. 4000 سال قبل از میلاد مسیح چه اتفاق افتاده؟ چیزی که از یه چیزی که از سنگ ساخته شده بود به اصطلاح در یک پوشش شیشه مانندی که انسان ساخته بود کاور شده بود، حفظ شده بود ازش. جوابش میشه چی؟ بیدز. آها اوکی. سوال سه میشه بیدز. خیلی سریع به هم بگین جواب کجاست؟ پاراگراف اول. پاراگراف اول میگه 4000 BC. خب This took the form of glazes used for coating stone beads. خب stone beads یعنی beads made of stone. اوکی 4000 سال قبل از میلاد مسیح تو همون پاراگراف اول داره میاره. زهره چرا اسمان نوشتم پاراگراف سوم؟ مطمئنی؟ نه من دوم من سوال رو می نویسم نوشت پاراگراف دوم رو نوشتم سه و چهار رو از دوم پیدا کردم. آها 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 اوکی ولی سه تو پاراگراف اوله ها. ببین 4000 سال قبل از میلاد مسیح شاید یه کاری کردم من این بی سی و فرست سنتر بی سی و خط کشیدم نوشتم سوم بعد قبلش و بعدش رو خوندم جوابو پیدا کردم. بالاخره یه کاری کردی جواب تو پاراگراف اول. آره اوکی آخه ببین چیکار میکنم این چیزو پیدا میکنم لغتی که میتونم راحت پیداش کنم و خب یه متن که پیدا کردم اونجا مینویسم مثلا نیسه بعد یکم بالا قبلترش رو یکم بدترش رو میخونم برای اینکه جواب بدم. متوجه. اوکی. First century BC اولین قرن قبل از میلاد مسیح glass was colored رنگ میکردن شیشه رو because of the به خاطر یه چیزی در اون متریاله تو اون ماده. خب جواب میشه چی؟ این پاراگراف دوم خط سوم. The glass made during this time was highly colored due to the impurities of the Roman. جواب میشه impurities، ناخالصی ها. اوکی مرسی. سوال پنجم Until 476 AD. AD بچه ها چی شد؟ After. بعد از میلاد مسیح. و مخفف چی بود AD؟ After. AD. After. ببخشید after نه. Anno Domini.
اوکی، یه عبارت لاتینه، انو دومنای، یعنی سال تولد مسیح. اوکی، وقتی ما میگیم که 476 AD یعنی در 476 همین سال تولد مسیح، 476 سال بعد از میلاد مسیح. انو بچه ها یعنی سال، اوکی، و دومنای یعنی لورد. اوکی، the year of the Lord با ال بزرگ، the Lord منظور مسیحه. اوکی، the year of the Lord. So در تا 476 AD فقط کیا میدونستن که شیشه درست بکنن؟ کیا؟ رومنز. آفر. مستور میگه جواب کجاست؟ دقیقاً. خبرش دقت بکنید، میگه در سال در 476 بعد از میلاد اون امپراتوری فرو پاشید، collapsed. خب ولی سوال میگه until 476، تا سال 476. خب یعنی تا قبل از سال 476 بعد از میلاد. میگه یکم بالاتر میگه the secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century. و این ادامه داشته تا سال 476 بعد از میلاد و سپس که امپراتوری فرو پاشیده به جاهای دیگه هم رفته. جواب سوال 5 میشه رومنز. جواب سوال 6 بچه ها from 10th century، اون جمله بعدی رو سوال نیومده ولی خوبه که بخونید و پیدا بکنید توی متن، کمکتون میکنه که بقیه سوالات رو بدونید کجاست جوابا. سوال 6 میگه 17th century، قرن 17 هم، جورج راونزکرافت developed a process using a procedure رو ایجاد کرد با استفاده از یه چیزی، با استفاده از چی؟ من اینو نیت کریستال پیدا کردم ولی نوشته بود فقط یه دونه کلمه و من نمیدونستم کدومش رو انتخاب کنم. جواب میشه لید بچه ها، تلفظش لید میشه. لید فعل بنای رهبری کردن اینجور چیزا هست، اگه فعل باشه به من تلفظش میشه لید، ولی وقتی که اسم باشه معنی فلز باشه یه جور سربه، ترجمهش اگه اشتباه نکنم میشه سرب، تلفظش میشه لد بچه. خب جواب سوال 6 میشه لد. 7 چی میشه که از چی جلوگیری بکنه؟ کلاودینگ جلوگیری بکنه. حالا بریم بررسی بکنیم. خب میگی که پاراگراف 3. خب دقیقا میگه a major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft. اوکی ببین اینجا که میگه invention of lead crystal glass، ببین یعنی یه شیشه کریستالی که از سرب مثلا درست شده. خب این از کجا میتونستیم تشخیص بدیم که لد میشه؟ چون من خیلی بین لد و کریستال شک داشتم. استاد گلس خودش که از کریستال دیگه. آره دیگه، واژه‌ای که تعریف پیدا کرده فقط لد. آره موافقم. خب یعنی یه جورایی کریستال گلاس رو کلن همون گلاس در نظر بگیریم، میدونی؟ خب و اینجا لد میشه جواب و میگه he attempt to counter the effect of. To counter the effect of یعنی مقابله کنه با تأثیر clouding، یعنی avoid بکنه، avoid the occurrence of clouding رو انجام بده. That sometimes occurred in blown glass by introducing، که البته در ادامه نگاه بکنید میگه
by introducing lead to the raw materials in the process. یعنی اومده lead سرب رو وارد اون مواد خام اون پروسه کرده. پس جواب اینجا بکنم شفاف تر باشه برد. معمولا سواله که من خودم شک میکنم بعدش یا قبلش یه توضیحی داده میده. آره. همونی که مد نظرش بود در دقیقا. دقیقا. سوال 8 بچه ها میگه که mid 19th century British glass production developed after the changes to laws concerning میگه در اواسط قرن 19 تولید شیشه در بریتانیا بعد از تغییرات قوانین مربوط به taxes یعنی مالیات به اصطلاح توسعه پیدا کرد. اوکی متوجه نشدم مسترو چی گفتی؟ صد خیلی ضعیفه. کماکان راستش متوجه نشدم. میگن اونجا اکسایز پاراگراف چهارم خط سوم اکسایز اکت. آها 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 عذرخواهی میکنم. آها من متوجه نشدم اکسایز چیه. برام make sense نمیکرد. درسته. In Britain the modern glass industry only really started to develop after the repeal of the Excise Act in 1845. اچا repeal منظورش چی میتونه باشه؟ حد نمیدونم خودم. حدس میزنم که میگه در بریتانیا صنعت شیشه مدرن فقط بعد از فقط زمانی شروع کرد به توسعه پیدا کردن بعد از ریپیل شدن اون قانون اکسایز در 1845. از توی کانتکست نمیشه حدس زد، یعنی ملغا شدن، لغو شدن. درسته؟ ریپیل لغو شدن. دقیقاً. میگه بعد از لغو قانون اکسایز اکت در 1845 این اتفاق افتاد. کانتکست بهم کمک کرد ریپیل رو اینجا به اصطلاح حدس بزنم. خب وقتی کلمه جدید میبینید سعی کنید با کانتکست حدس بزنید معنی رو. اوکی تا اینجا که دمتون گرم، خیلی خوب بود. سوال 9 سوال خوب. این اکسایز نمیشون چی؟ نه دیگه اکسایز اکت خودش قانون، منظور یه قانونه. وقتی میگه repeal the excise act کل این یعنی لغو قانون، یعنی تغییر قانون، changes to law. reference میده به taxes دیگه. چی؟ reference میده به taxes همون excise. دقیقا act. بعد میگه before that time heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glass house. با این قانون excise act مالیات سنگینی لحاظ میشده. خب بنابراین اکسایز اکت منظور به مربوط به مالیات بوده. خب کانسرن اون قانون چی بوده؟ کانسرن اون قانون مالیات بوده، تکس بوده. خب تا اینجا کار همه رو درست گفتیم، مرسی. نه بچه ها میگه در سال 1887 خودش یک کلمه خوبیه، اون کمک کنه جواب پیدا بکنیم. H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine that existed at the time. در سال 1887 H.M. Ashley سریع‌ترین ماشین تولید، دستگاه تولید بطری که در اون زمان وجود داشت رو در اختیار داشت، مالکش بود، که جواب ما میشه true. اون کلمات کلیدی اون 887 H.M. Ashley و fastest هستن که سریع ترین بودن. جوابمون کجاست بچه ها؟ پاراگراف پنجم. آها پنجم خط 1 2 3 4 دقیقا پنجم. مثلا من بخونم میگه From 1887 onwards glass making developed from traditional mouth blowing to a semi-automatic process after factory owner H.M. Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England. حالا هنوز نگفته سریع ترین بوده، ادامه بدیم. More than three times quicker than any previous
production method از هر روش تولید دیگه ای سریع تر بوده. خب پس جواب میشه چی؟ true. سوال ده بچه ها. Michael Owens was hired by a large US company. یک کمپانی آمریکایی بزرگ مایکل اوونز رو استخدام کرد برای چه کاری؟ برای طراحی یک دستگاه کاملا اتوماتیک تولید بطری برای اونها. ببین کلمات مهم چی هستن؟ مایکل اوونز، a large US company, fully automated bottle manufacturing. خب جواب سوال ده بچه ها چی میشه؟ غلطه. فالسه. خب ادامه همون پاراگراف خودش خریده بود. دقیقاً میگه in 1907 the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens, founder of the Owens Bottle Machine Company, later the major and installed in its factory. دقیقاً نمیگه استخدام شد. خودش فاوندر بوده. خودش سابکار بوده. خب اینجوری بگیم. جواب میشه فالس. سوال 11 بچه ها میشه not given. خب nowadays most glass is produced by large international manufacturers. امروزه بیشتر اون اکثر اون شیشه توسط تولید کننده های بین المللی بزرگ داره تولید میشه. در مورد این مسئله ما چیزی عملا توی پاراگراف بعد میگه today glass making is big business. خب ولی نمیگه که اکثرش توسط اونها. یه اشاره ای میکنه در ادامه ولی به الزامن به چیزی که توی سال 11 گفته نه درستیشو میگه نه غلط بودنش رو میگه. جواب میشه not given. Concern for the environment is leading to an increased demand for glass containers. اوکی میگه نگرانی های محیط زیستی داره منجر به افزایش تقاضا برای ظرف های شیشه ای میشه. جواب بچه ها true. اوکی کجاست؟ پاراگراف یکی مونده به آخر. دقیقاً میگه که کجاست بگو زهره. دقیقاً من تو خطای آخر پیدا کردم glass packaging needs for many products to many beverage or sold in glass as are numerous stuff as well as medicines and cosmetics. یه توضیح داده که به جای اونا اومدن چیزای دیگه جایگزین کردن. ببین ما داریم در دقت کن سوال میگه نگرانهای محیط زیستی باعث افزایش تقاضا داره میشه. خب توی پاراگراف آخره میگه glass، جمله اول پاراگراف آخر نگاه کن، میگه glass is an ideal material for recycling and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular. این more popular نشون دهنده افزایش تقاضاست. اوکی؟ و growing consumer concern for green issues میشه همون نگرانی های محیط زیستی. Concerns for the environment. جواب پاراگراف آخر. جواب میشه true. و سوال 13 بچه ها. جواب میشه false. It is more expensive to produce recycled glass than you manufacture new glass. تولید شیشه بازیافت. تولید شیشه بازیافت شده از تولید شیشه جدید گرونتره. خب. کجا اینجا داره میگه؟ excess energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials. This also saves fuel and production. دقیقاً. برعکسشو گفته. جواب میشه چی؟ false. همه رو درست جواب دادین فکر کنم. من دو تا اشتباه داشتم. دو تا اشتباه نداشتی. دو تا بی دقتی داشتی. آره دقیقاً. دقت. چون جاش هم پیدا کرده بودم بعد فقط خونده بودم ای خب همینه دیگه مثلا ادامهش رو فاندرش رو نخونده بودم. استخدام نشده خودش فاوندر بوده. آره. اوکی نکته خاصی که نداره بچه ها اینجا؟ نه. نه؟ اوکیه. از اون مطرحی نیست که به درد رایتینگ اون بخوره.
سری مطلب بودن که گفتیم بشینیم بخونیم میتونه به درد رایتینگمون بخوره، ولی این جز